101 پرسش از فرهنگ. پرسش 20. آیا شرایط بحرانی مانعی برای رشد فرهنگی است؟ آپولون و دیونیزوس. قرن 20 از هر لحاظ که آن را در نظر بگیریم یکی از بحرانی ترین قرون تاریخ شناخته شده انسان به شمار می رود. این قرن، قرن انقلاب ها، شورش ها، ایدئولوژی های تند روانه، هشدار های جمعی، جنگ های بزرگ جهانی و جنگ های بیپایان منطقه‌ای و تنش های قومی و محلی بوده است که بارسترین بازتابان ها در بیش از 300 میلیون قربانی انسانی در یکی از برآوردهای میانگین دیده می شود. قرن 20 با یک بحران بزرگ و گسترده اجتماعی اقتصادی سیاسی در اروپای غربی آغاز شد. براندزباز، هابسبام، 1383 پرانتز بسته. و به زودی به انقلاب‌های روسیه، براندزباز، کار، 1371 پرانتز بسته. انقلاب مکزیک، براندزباز، اسمیت، 1972 پرانتز بسته. جنگ جهانی اول، پرانتز باز، اودوان روزو، 2008 پرانتز بسته. و تداوم بحران‌ها تا آسیای شرقی کشید و در پی خود بحران بزرگ اقتصادی و سقوط اقتصادهای ملی و گسترش فقر و بی‌خانمانی در اکثریت مردم جهان صنعتی در دهه 1930 ظهور فاشیسم و استالینیسم و اردوگاه‌های مرگ را برمغان آورد. هنوز چند سالی از پایان جنگ جهانی دوم نگذشته بود که شاهد بروز بحران‌های اخلاقی در پایه‌های جوامع پیروز در این جنگ در اروپا و آمریکا در قالب بحران‌های داخلی همچون ضد فرهنگ در آمریکا، بحران‌های الجزایر و آسیای جنوب شرقی در اروپا و غیره بودیم. بحران‌هایی که از دهه 1970 به موج گسترده ظهور تروریسم از دهه‌های بعد به بحران‌های جماعت‌گرایی‌ها و بنیادگرایی‌های دینی افراطی و سرانجام از دهه 1990 تا امروز به سقوط ابرقدرت شوروی، جنگ‌های بی‌پایان ناشی از این سقوط و گسترش نظامگری آمریکایی در سطح جهان و آغاز هراس‌های مربوط به پیامدهای دیجیتالی شدن جهان در پی انقلاب اطلاعاتی و شبکه‌ای شدن آن منتهی شده است. با این همه آیا میتوان قرن 20 را در بخش از مناطق یا در کل جهان قرن سقوط فرهنگی یا حتی رکود فرهنگی نامید؟ حتی جانبدارانه ترین رویکردهای ایدئولوژیک نیز نمیتوانند چنین ادعایی را مطرح کنند. در حوزه‌های مختلف فرهنگی، ادبیات، شعر، سینما، معماری و غیره، قرن 20 باز هم یکی از استنادهای تاریخ بشریت بوده است. قرنی که اندیشه سیاسی می‌توانست نه تنها اسم‌های بیشماری را به وجود بیاورد و در آنها به اوج نظریه پردازی برسد، بلکه هر کدام از آنها را ولو با هزینه‌های زیاد در عرصه اجتماعی نیز بیازماید. قرن بروز و گسترش میلیون ها کتاب، فیلم، برنامه تلویزیونی، بحث و مجادله فکری و غیره. اکنون پرسش آن است که اگر فرض را برام بگیریم که این قرن قرنی بحرانی بوده است، پس چگونه میتوان رشد فرهنگ را در آن تا بدین حد توجیه کرد؟ به عبارت دیگر، آیا رشد فرهنگ با این بحران در تضاد نیست؟ و چگونه میتوان شدت رشد فرهنگ در بحرانی ترین نقاط جهان، آلمان، فرانسه، آمریکا را در برابر رشد نسبتاً آرام آن در بی بحران ترین نقاط جهان، مثلا کشورهای چون سوئیس یا اسکاندیناوی توجیه کرد؟ یکی از رویکردهای تحلیلی که می توانیم در این مورد به کار بگیریم، رویکردی اسطوره‌ای است که به کار گرفته شدن آن به وسیله نیچه در زایش تراژدی به آن شهرتی خاص داد. دو موقعیت متضاد، وضعیت آپولونی در برابر وضعیت دیونیزی. در اسطوره‌شناسی یونان باستان، آپولون خدای قدرت در عقلانیت
سازماندهی و هوشمندی است که از خلال کنترل بر خیشتن و در زبان نیچه از خلال عقلانیت فرهنگی در نظم آفریننده پرانتز باز نیچه 1872 پرانتز بسته به بیان در می آید. در حالی که دیونیزوس خدای گیاهی، خدای لذت و خودانگیختگی و شور و هیجان است. خدایی که با آزاد گذاشتن غرایز طبیعی انسان به او امکان خلاقیت می‌دهد و باز به زبان نیچه خدایی که توانایی زایش را از خلال درد و خودانگیختگی درون آن با وجود نبود فرهنگ کنترل کننده و سرکوبگر فراهم می‌کند. حالا اگر به تاریخ فرهنگ بازگردیم باید اذعان کنیم که آنچه را امروز به مثابه پرارزش‌ترین آثار در اندیشه می‌شناسیم از رمان‌ها و داستان‌ها گرفته تا مهارت‌هایی چون مجسمه‌سازی، نقاشی و غیره تقریباً همگی توجیه شکوفایی خود را در موقعیت‌های دیونیزی در دردمندی و سرگشتگی و شور یافتند. هنرمندان و نویسندگانی چون موزارت، بتوون، ون گوگ، کافکا و بسیاری از نام‌آورترین هنرمندان این قرن و قرون گذشته اکثرا تا حد شور و از خودباختگی دیوانواری پیش رفته بودند و حتی در حوزه دانشگاهی اندیشمندانی چون دورکیم، موس، وبر موقعیت‌های حاد اجتماعی و شرایط ناگواری را تجربه کرده بودند و شاید اگر از این موقعیت‌ها وجود نمی داشتند ما هرگز شاهد خلق شاهکارهای فرهنگی آنها نمی بودیم. با وصف این سخن گفتن از بروز نبوغ فرهنگی که در سطح کنشگران فردی بروز می کند لزوماً با مفهوم توسعه فرهنگی در سطح پایه و گستره های بزرگ انسانی قابل مقایسه نیست. از این رو به گمان ما موقعیت های آپولونی در معنایی برای بروز و رشد این گروه از پایه های اجتماعی به همان اندازه ضرورت دارند که موقعیت های دیونیزی در مورد نخست یعنی نخبگان فردیت یافته. قرن بیستم قرن گسترش آزادی های دموکراتیک، استقلال کشورها از فشار استعماری، گسترش نظام های آموزشی و دانشگاهی و ثبات نسبی نهادهای دموکراتیک نیز بود و این امر برای ما باید نقش ثبات و نبود بحران را برای رشد پایه نشان دهد. سختی، بحران، دردمندی، شور، هیجان و حتی بی‌نظمی و سازمان نایافتگی که همگی در برابر عقلانیت انسانی تعریف می شوند و به خودی خودگویای نبود منطق در هیچ شکلش نیستند در واژه مستی در فرهنگ ما نیز پیشینه درازی دارند. شور و مستی به گونه عشق را تعریف می کنند که با خودانگیختگی و گریز از عقل سرکوبگر و آزادی کش همراه است. با این وصف تضاد در اینجا در رابطه با علم تضادی بسیار سخت است که شاید بد نباشد کمی درباره آن به تأمل بنشینیم و این پرسش را در برابر خود قرار دهیم که آیا علم میتواند از جنس هنر باشد؟ و اگر پاسخمان به این پرسش منفی است آیا علوم انسانی و اجتماعی در رابطه با هنر در همان موقعیتی قرار میگیرند که علوم دقیقه و کاربردی؟ واقعیت آن است که پاسخ روشن و بیچون و چرایی به این پرسش ها ممکن نیست. از یک سو شک نیست که هنر را میتوان و شاید ضروری باشد که از جنس دیونیزی بدانیم. زیرا هنری که از سر خودانگیختگی و شور و مستی و هیجان و خودجوش و زاینده و در نتیجه دردمند نباشد چندان پرمایه نبوده است. در برابر این امر دانشمند ناچار است از موضعی کما بیش یا لااقل در موقعیت‌های خاص آپولونی دفاع کند که نیاز به آرامش، سازمانیافتگی، خونسا بودن، نظم و سرکوب احساسات در آن غالب است. با این وصف شاید بتوان جایی میان این دو یافت که علم اجتماعی و به ویژه علمی همچون انسان‌شناسی را در آنجا قرار داد. ترکیبی از آپولون و دیونیزوس، از فرهنگ و طبیعت و از هوشیاری و مستی. برای دستیابی به عمق اندیشه و رفتارهای موجودیتی پیچیده که در قالب انسانی تحول یافته و امروزین در برابر ماست. صفحه 96